شیخ زاید بن سلطان آل نهیان. شیخ زاید کوچکترین فرزند سلطان بن زاید آل نهیان و از قبیله بنی یاس است و در سال 1918 در شهر العین در فاصله 140 کیلومتری ابوظبی متولد شد. او در سال 1946 والی العین شد و در مدت 20 سال کشاورزی در این بخش را توسعه‌ای چشمگیر داد. در سال 1966 و 6 سال پس از کشف نفت در ابوظبی، شیخ زاید در مقام امیر ابوظبی جانشین برادرش شیخ شخبوت شد و این آغاز آینده‌ای روشن برای امارات متحده عربی بود. در اواخر دهه 1960 بود که بریتانیا به حمایت و حضورش در ابوظبی پایان داد و حاکم این بخش از خاورمیانه با ایجاد اتحاد میان امارات‌های کوچک کشور فدرال امارات متحده عربی را تأسیس کرد. او با کمک شیخ راشد بن سعید آل مکتوم، حاکم وقت دبی و نیز موافقت حاکمان وقت شارجه، ام القوین، فجیره، عجمان و رأس الخیمه در دوم دسامبر 1971 رویای دیرینه را محقق ساخت. از آن تاریخ بود که با جلب سرمایه‌گذاری گسترده بین المللی، توسعه زیرساخت‌ها، تحولات اجتماعی و آموزشی، پیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی با همسایگان، راهی گشوده شد که امارات متحده عربی را به هویت مدرن و الگوی توسعه در خاورمیانه مبدل کرد. اما موج دوم توسعه در امارات متحده عربی از سال 2000 آغاز شد و در سال 2015 با کاهش سهم درآمدهای نفتی به کمتر از 30% اقتصاد ملی شتاب گرفت. یکی اینی که ایدئولوژیک نبود. ایدئولوژی بیماری که شما رو وارد تمام دعواهای دنیا می‌کنه. امارات با آگاهی خودداری کرد از اینکه وارد دعواهای سیاسی، منطقه‌ای، ایدئولوژیک جهانی بشه. همین اخیراً امارات خرید F-35 رو از آمریکا، داشتن صحبت چه میکردن، متوقف کرد. آمریکا میخواستش که 5G رو، یعنی این پیشرفته ترین سیستم ارتباط بی سیم رو، تلفن های همراه رو، دیتای بدون سیم رو، چین درش دخالت نداشته باشه، در حالی که امارات میخواستش که وارد دعوای بین آمریکا و چین نشه. صحنه رقابت برای 5G که کلید بسیار بزرگ توسعه تجارت در آینده خواهد بود رو رقابتی بکن، ایدئولوژیک نکن، وارد این جنگ های قطبی دنیایی نشه. و آمریکا پافشاری میکرد، حتی باعث شد که این صحبت F-35 رو که اینقدر برای دفاعش از نظر نیرو هواییش مهم هست رو متوقف بکن. وزیر امور خارجه، نه وزیر خارجه، چون یه وزیر سکرتری آف ستیت برای فارن افرز دارن، آقای عمر قرهاش، نه وزیر خارجه که شیخ عبدالله بن زاید هست، گفت ما وارد رقابت‌های جهانی نمیشیم برای اینکه اثرگذار نمیتونیم باشیم توش، حتی اثرگذار مثبت. چیز جالبی گفت، فقط میپردازن به اینی که بهترین شرایط رو برای جذب سرمایه خارجی فراهم. سرمایه خارجی بیشتر از پولیه که میاد، با خودش تکنولوژی میاره، مدیریت میاره، دسترسی به بازارهای بین‌المللی میاره و در اقتصادی که داره جهانی میشه، وارد بودن، متصل بودن به زنجیره تولید جهانی بسیار مهم. و اینی که کجای این زنجیره تولید جهانی از زنجیره
عرضه بگیریم تا تولید زیر کارخونه تا زنجیره تقاضا، کجا این خودتون قرار بدین، مزیت نسبیتون چیه، کلید استراتژی موفقه که این رو خیلی دقیق تشخیص دادم. در اواسط دهه 2000 خلیفه بن زائد آل نهیان جانشین پدر شد. او حاکمی جوان بود که خود را همسو با رویاها و برنامه‌های پدرش برای توسعه امارات متحده عربی می‌دید و در نزدیک به دو دهه جریان توسعه به خصوص در بخش تجاری و غیر نفتی را شتاب بخشید. بررسی اجمالی شاخص‌های کلان اقتصادی در امارات متحده عربی نشان می‌دهد که تولید ناخالص ملی این کشور در 40 سال گذشته 14 برابر شده است و 31 میلیارد دلار در سال 1979 به 421 میلیارد دلار در سال 2019 رسیده است. بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران در 40 سال گذشته به خودی خود روشنگر ابعاد پیشرفت امارات متحده عربی است. ببینید، هرچی بیشتر بتونن موانع گردش سرمایه و تجارت رو بردارن توی منطقه و هر جا که این کارو بکنه موفق میشه. عربستان واقعا نیتش رو داره که همون مدل رو بگیره و پیش ببره. اینی که آیا بیروکراسی، موانع بیروکراتیک بتونه جلوی این رو بگیره یا نه بتونن برطرفش بکنن، کلید موفقیتشان. من یادم میاد وقتی که استاندار اصفهان آقای الکساندر ژلکین، اصفهان اون ایالت روسیه که بالای بلخزر است، درست اون طرف از ایران، بنده رو دعوت کرد برام اونجا و راجع به توسعه اصفهان صحبت کنیم. گفت من میخوام اصفهان برای بلخزر همون چیزی بشه که دبی برای خلیج فارس بود. اینجا داره تولید انرژی بالا میره به سرعت، اتفاقا اون زمان سرعت رشد و توسعه، یعنی تولید جدید در دریای مازندران همونقدر بود، حتی بیشتر بود از ازدیاد رشد، ازدیاد رشد منظورم شتاب بیشتر شدن تولید نفت و گاز. چرا من دعوت کردی؟ گفت شما مگه رئیس اولین فاند دولت دبی نبودی؟ گفتم چرا. خب باوندن. گفتم شما میتونید که یه منطقه آزادی درست بکنید که بدون هیچ تداخلی از طرف مرکز و مقررات شدید بانکی مسکو که نمیدونم چقدر مشکل بود، و یا مقررات جذب سرمایه، منطقه آزاد اقتصادی اینجا درست کنید مثل دبی، چون دبی این کار کرد. گفت هرگز. گفتم خب باوندن موفق نمیشه. ببینین، آخرین باری که شما یه جنس روسی خریدید کی بود؟ خیلی اینقدر توسعه کمه در روسیه، در حالی که مغزهای متفکر، تکنولوژی، واقعا روسیه بسیار قویه. منتها خیلی هاشون اون نوآوری رو میرن توی مراکز علمی مثلا اسرائیل میکنن. بسیاری از این نوآوران تکنولوژی جدید اسرائیل رو مرکز ادعاد کرده و به همین دلیلم این نزدیکی امارات و اسرائیل کمک خواهد کرد به رشد اقتصادی سریع. برای این ابداعاتیه که چین هم الان دنبالشه. چین هم الان حتی دنبال اسرائیل هست برای اینکه از تکنولوژی اونو برای ساختن زیربنای مالی که اتوماتیزه میکنه تجارت رو، حتی پرداخت ها رو، از اسرائیل استفاده بکنه، از تکنولوژی اسرائیل استفاده بکنه. خب این روسا میرن اسرائیل این کارها رو میکنن برای که اونجا براشون راحت تره. یعنی شما هر محیطی رو، مثل مشکل ایران شبیه مشکل روسیه هست. اینقدر ما خلاقیت داریم توی ایران، اینقدر مغز متفکر داریم، رفتن دنیا از اندازه 30 تا کشور رو میتونن اداره کنن خارج از ایران. به تمام این موانعی که به وجود اومده
نمیذاره سرمایه بره اونجا، خلاقیت بره اونجا، کارآفرینی اونجا باشه. چون هر فضایی رو امن بکنین برای این، رشد اونجا شکل میگیره. بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران در 40 سال گذشته به خودی که خود روشنگر ابعاد پیشرفت امارات متحده عربی است. درآمد ناخالص ملی ایران از 94 میلیارد دلار در سال 1979 به 485 میلیارد دلار در سال 2019 رسیده. یعنی رشدی کمتر از 1/4 امارات متحده عربی داشته است. تورم نیز در 10 سال گذشته در امارات متحده عربی در مجموع رشدی 13% داشته. این در حالی است که در ایران بیش از 600% بوده است. حال در شرایطی که وابستگی اقتصادی امارات متحده عربی به نفت هر سال کمتر می شود، چشمانداز 2020 و چشمانداز 2030 آینده روشنی را برای این کشور ترسیم کرده است. آینده‌ای که با گسترش تجارت، گردشگری و رشد فناوری سرنوشت امارات متحده عربی را با بخش مدرن و توسعه یافته جهان پیوند زده است.